دست. به نام خدا، مرزه هوشمند هستم. از گرمسار 15 سال فعالیت هنری انجام میدم. نقاشی، سوختنگاری، تکنیک های کارم براله، مداد رنگی، سیاه قلم و رنگ روغن. خانم مرزیه هوشمند، سلام. نمایشگاه داخلی داشتم، خارجی داشتم، یه سری مقام ها داشتم و تصویرگری کتاب انجام دادم و میتونم بگم که موفق بودم. شاید شنیده باشین که سوختنگاری با دستگاه هویم انجام دادن، ولی من نه، یه کار خاص‌تر و متنوع‌تر می‌خواستم انجام بدم. همیشه خلاق بودم، شاید این عاملش بوده. تو ذهنم باید یه چیز جدید ابداع کنم. تکنیک خاصی شد، طوری که میتونم بگم سبک منحصر به خودم و اینکه رنگم بهش اضافه کردم، یعنی تلفیق سوخت و رنگ خیلی جذاب شد. یه موقعیت رو دیدم تو عصر جدید که کل مردم ایران منو ببینن و منو حمایت کنن. اجرای پنجم قسمت اول، سرکار خانم هوشمند. شروع میکنیم اجرا رو. دوربینی که اون بالا ساتش نمید آره نسفت همون دوربینی که اون بالا سبادتا دوبیه خود اونو میگره دیگه، طراح هم میگره همونو میاشیش داریم ما میزشتم. چی باورش میشد فندک اینقدر قابلیت داشته باشه؟ من تو رستوران دیده بودم گوشت و اینجوری کباب میکرد. حالا فردا باب میشه دیگه. هم پدر مادر نگران بودن فندک دست بچه ها باشه. الان بچه ها بگی فندک تو جیبه چیکار میکنه؟ میگم نقاشی کنم. مال نقاشیه. نقاشیه. خانم نوالی چیزی شده الان؟ اتفاقی افتاده الان؟ من نیستم امینم. ما اینجا ما ایم. من بودم. اتفاقی افتاده الان؟ مثل که جالبه. نو جالبه داره میسوزه. نریزه بسوزه. یه ذرم به دکتر بزنید ممنون میشیم ازت. من نهایتاً در حد کس دادن. میگه نهایت در حد کس دادن. سوخت نگاری هم میگن به این کار. سوخت نگاری، سوخت کاری، سوخت کاری هم میگن. سوخت نگاری درسته. از جایی که اینا نمایش میدن سوخت سراییه. سوخت سرایی، آها، سالن مربوطه. کاملا این قسمت هم میتونه بدآموزی داشته باشه. بابای بچه‌ها یه فندک تو جیبه چیکار میخوام برم نقاشی. نقاشی کلاس نقاشی. اصلا جدید نشون دادی مال نقاشیه. با یه پیکنیکی. با پیکنیکی بره. زیر بغل کجا میری کلاس نقاشی؟
پدر مادرای عزیز، ما گردن نمیگیریم، ما فندک تو جیب بچه‌هاتون بود خودتون پیگیری کنید. خدایش از این زاویه یه دونه سفید داره. خب ببین چیکار کرده. من ما نمی‌بینم، بهتر می‌بینه. نه الان منم تقریبا فهمیدم. آفرین خانم هوشمند، ماشاءالله. بینندگان عزیز، با اعلام دمای منهای 5 درجه در استودیو دیوانه نیستیم. شال من داره خیلی سرده واقعا. خیلی بازم خدا شکر در یک آتیش روشن کرد. بسیار سرد. شما دید؟ از کجا دیدی شما؟ چجوری دیدی رأی دادی؟ پشتش عکسش افتاده. من به شکل بکارگیری ابزارشون رأی مثبت میدم، به شکلی که به تابلوشون نگاه میکنن، با فاصله ای که از تابلوشون میگیرن. یعنی شما به فندک رأی دادی؟ و دقت ویژه نجانم. اگه شما... چش تو هم کشیده باشه چی؟ هرچی من دفاع میکنم. یعنی چی هرچی؟ به چشم من اعتماد کردم. نقاشی میکنم، ابزار رو میگیرم. بدید آدمی که متبهره، شکلی که ابزار رو در دستش میگیره بسیار مهمه، و اینکه چقدر قرابت داره با اون ابزاری که کنار دستشه. مداد رو اینجوری میگیره یا مداد رو اینجوری میگیره؟ خروجی کار ولی مهمه. خروجی کار مهمه ولی اون طرح اولیه، اون احوال و اون شکل سوختگی که به چوب دادن برای من مزهنه. نقاشی خوندم و از ما نقاشی خیلی مسلمه. بله، اگر یه بازیگر خیلی خوب قلم رو دستش بگیره. اتفاقا یه چیز عجیب بگم، اینجوری اگه دست بگیرن خیلی غلط. نه مثلا میگه مراحل اولیه‌اش آخه دیدن خانم بنالی از رو بره. اما خانم یک ببینید. واه دیدی درست گفتم. پنج ثانیه آقای عظیمی نژاد، آقای حسینی. واقعا شاید برای اولین بار بود اجرایی میدیدیم که اینجوری با آتیش دارن سوخت نگاری میکنن روی چوب. من خب خونه های سنتی که دیده بودم، یکی از دوستانمون با فندک روی درهای خونه کابینت هاش رو این مدلی کار کرده بودن، و در یه طرح باحالی رو درهای قدیمی و حالت سنتی داده بودن با کار همین فندک و این کار. ولی نقاشی و طراحی باش ندیده بودم که خیلی جذاب بود. خسته نباشید. شکل در واقع پاشیدن شعله مستقیم برای سوخت کاری چوب اصلا مرسوم نیست، و خیلی جالبه که شما مرسوم نیست یعنی به کار نمیبرن چون سخت کنترلش. و بعد اینکه خب خیلی عالیه دیگه. من دوست داشتم که از نحوه گرفتن فندک که چیزی متوجه نشدم، ولی از خروجی کار که یوز الان بخوام نمونه مطلک انداختم. نه من چون فندک رو تا ندیدم چجوری. نه بهتره قلمو دیدم ولی شما من معذرت میخوام. ایشون با اون شیوهی که مداد دستشون گرفتن بعد از این حرفو. بله احسن بهشون. ولی این به نظرم خب این کار مستلزم زمانه. تو این زمان کم الان شروع تو میدم، اگر زمان ما دوبل میشد چه اتفاقی میافتاد؟ ایشون خودشونو منطبق کردن با زمان بندی ما. و نظر کلی تو مثبته؟ بله. اونجا که بودم این دوندونایی که خانم داشتن میکشتن، هی داشتم فکر میکنم تهش قراره چی بشه، و فکر میکنم مثلا اواسطش حد زدم که پلنگ میشه. به نظرم خروجی خیلی جذابه. آره جالب بهتون میگم خانم هوشمند، خودشون رو منطبق کردم با شرایط مسابقه ما، در شرایطی که خب بالاخره حالا خانم نونالی یا حتی خود امین که مبتلا به این ماجرا هستن میدونن که برای بچهای تجسمی زمان خب خیلی موضوع مهمیه. سرعت ممکن از اون خلاقیت و ظرافت کم کنه. ببینید که هنر اگر براش وقت بذارن چه اتفاقی میفته. بفهمین تشریف بیاری. ایشونو نه تابلو رو. واو باریکم. خیلی زیبا. آفرین. عالی باریکم. عکس قشنگه. دیدی خانم نونالی راست گفت؟ باری کرد. خیلی از ما پیاده شم. خیلی جذاب. یه لحظه میشه بدینش؟ من بیارم اینجا. دیدین؟ بله. پلنگ مازندرانو؟
این عکسه قشنگ، این عکس سپیا گرفتی. این عکس سپیاس تماما خانم هوشمند، همش سوخته نگاری ها، غیر از چشا. پاستیلم گفت چشا چرا قشنگ پاستیل اولیه فقط پاستیل چه پاستیل خوردنی گچ پاستیل نه گچ پاستیل پاستیل گچ پاستیل 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 یا پاستیل 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 اونه که میخورن پاستیل گچ پاستیل عزیزم پاستیل همین گچ پاستیل همین ساتلی که در واقع انجام شد خیلی عالی بود. اگه شما هم کیف کردین براشون دست بزنید. خانم هوشمند، شما همین الان هم ساکن گرمسار هستین؟ یعنی از گرمسار اومدید. خب آها، خب بفهمید که این ماجرای کلن اصلا دنیای نقاشی یا سوخته‌نگاری چیه؟ خانوادگی وراثتی کشف کردین؟ شما گفتیم من معلم نداشتم، اصلا چرا علاقه‌مند شدین؟ من کلا از اونجایی که به چوب خیلی علاقه داشتم، اصلا کلا دنبال یه تکنیکی بودم که با چوب یه جوری مثلا به آرامش برسم، خیلی به آرامش میداد. بعد تکنیک سوخته‌نگاری رو اول شروع کردم با دستگاه هویه، هویه سوخته‌نگاری، یه چند تا کار زدم. بعد به فکرم رسید خب با فندک هم امتحان کنم. کار با فندک مهارت خاصی میخواد، یعنی اون مهار آتیش خیلی سخته، دستتو کنترل کنید و اینا. توی یه هم میبینید مثلا کار آتیش گرفت کامل، حتی ممکن زندگی آتیش بگیره. بله. بعد یکی دوتا که تست زدم دیدم که اصلا یه تکنیک خیلی قشنگ یه افکت خوبی میده به کار. چی میکردین از داوره ما چهار تا رای مثبت بگیرین؟ واقعیتش نمیتونستم پیش بینی کنم. منم فکر نمی‌کردم چهار تا رای مثبت رو فکر نمی‌کردم، فکر می‌کردم دو دوشه ماجرا. می‌دونستم پیش‌بینی کنم واقعا. روز خوبیه دیگه. ولی کلا بنده خوبی بیدار شدن داوره عزیز ما. بعد تمام سعی و تلاشمو کردم برای اجرام که عالی بود. بسیار خیلی ممنونم. شما هم با چهار رای مثبت داوره ما در فینال امشب هستیم، ببینیم در فینال چه اتفاقی می‌افته. خیلی ممنون. خسته نباشید. خیلی خوب، خیلی خوب. ترکید. خیلی خوب. یعنی واقعا اشراف داشت به ابزارش. بله. کاملا از نگاهش مال اصلا تسلط روی فندکشون بی‌نظیر بود. واقعا همین الان آقا تک تک ما با فندک بریم ببینیم چیکار میکنه. همین تخصص در وهله اول دست میشه. با پیکنیکی. پیکنیکی بیا ببین چه نقاشی. با پیکنیک اگه طول میکشه من امین بریم نقاشی کنیم بیام حالا دیگه خودتون. بله دست دست. بله خب بهتون تبریک میگم خانم هوشمند. تشکر. خیلی مامان گریه کرد و خیلی احساساتی شد و گفت خیلی زحمت کشیدی، خیلی تلاش کردی برای کارت. مشخصم نتیجهش بود. آره خیلی مشخص بود. مادرم پدرم تشکر کنم. تشکر. عزیزم.